برپایی جشن خیریه لاود آرت سوسایتی در شهر کلگری کانادا. این انجمن خیریه هنری با هدف افزایش لذت و درک عموم از هنرهای تجسمی و برنامه‌های آموزشی سرگرمی هنری برای کودکان و نوجوانانی دارد که به لحاظ روحی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. مدیر این خیریه تارا وهاب هنرمند ایرانی است که از سال 1393 فعالیت خودش را آغاز کرده. در واقع لاود یعنی آرزوهای ما با خوشبینی برآورده بشن. ما این کار شروع کردیم با انجام دادن پروژه‌های مختلف مثل کارهای نقاشی دیواری و یا گذاشتن کلاس واسه افرادی که بیشترین منفعت رو میتونستن از این خدمات دریافت بکنن. خیلی روشون تاثیر خوبی داشته، مودشون خیلی بهتر شده و حتی بعضیشون گفته بودن که مقدار دوز اون مسکنایی که میخوردن کمتر شده. بر اساس وبسایت رسمی دولت کانادا، از هر سه کانادایی یک نفر در طول زندگی خود بیماری روانی رو تجربه کرده. این میتونه بیماری حاد روحی تا احساس انزوا و غم و حتی عدم ارتباط با افراد و فعالیت‌ها رو شامل بشه. افرادی که به بیماری روانی مبتلا هستند ممکنه حتی نتونن با زندگی روزمره کنار بیان و برای بازیابی تعادل عاطفی سالم نیاز به کمک دارن. سالیان سال بود این کار داشتم انجام میدادم. هر کسی میدم یه مقدار غمگینه دعوتشو میکردم به یه پروژه هنری. توی تاجیکستان که زندگی میکردیم هم همینطور، من متوجه شدم خیلی از همکلاسی هم مشکل خشونت داخلی خانه مثلا خیلی باهاش برخورد میکنم و خب من خیلی ناراحت نشدم داستانا رو میشنیدم. بعد از اینکه درسامو تموم کردم سازمان لاود آرت سوسایتی رو تأسیس کردم. به گفته مدیر این انجمن، این بیماران روحی روانی برای دریافت وقت ملاقات با پزشک معالج یا مشاور در این کشور باید 6 ماه تا 1 سال در انتظار باشند. در این مدت این خیریه فعالیت خودش رو در قبال این بیماران انجام میده. همه میتونن درام بزنن. اگر ضربان قلب داری پس بدنت ریتم رو میشناسه و درام زدن باعث میشه ذهنت باز بشه و با آگاهی مشغله ذهنیت رو برای مدتی کنار بذاری. من به موزیک تراپی معتقدم و به عنوان بخشی از این خیریه میخوام اینو به اشتراک بذارم که مردم بیشتری رو آگاه کنم. هنرمند ایرانی، رقص آفریقایی، ساز کانادایی، از هر ملیت و کشوری که باشیم، هنر، حرف و زبان مشترک انسان هاست و میتونه درمان بسیاری از دردهای ما باشه. سپیدار ولیان، کلگری.